آقا محمود؟ شما اینجا چی کار میکنی؟ دنیز خانم، چه سورپرایز خوبی. خب ای کاش منم میتونستم همینو بهتون بگم. مامان، تو آقا محمودو میشناسی؟ نه دخترم، ما تازه امروز با هم آشنا شدیم. آره با آیسل خانم آشنا شدیم، ولی سیمای آشنایی دارن واقعا، انگار مدت طولانیه که همدیگر رو میشناسیم، همینطور نیست آیسل خانم؟ آره همینطوره. آقا محمود، من نپرسیدم کی آشنا شدین، پرسیدم اینجا توی این خونه چی کار میکنی؟ یه خیاط میخواستم، تو آسمونا دنبالش میگشتم ولی تو این خونه پیداش کردم. نفهمیدم. خب اینطور بگم که مگه من یه شرکت لباس و مد ندارم، همونی که شما سرزده اومدین بازدیدش دیگه. اونو میگم. شما هم آدرس مامانمو پیدا کردین و صله رحم برقرار کردین؟ نه من اومدنم اینجا فقط به خاطر کار بود، یعنی خب میدونین که کار مردانه میکنیم، ولی خواستم امثال کار زنانه هم داشته باشیم. خب چون توی کار جدیدم قبلا با یه خانم خیاط کار نکرده بودم، بعد از لیلا خانم پرسیدم، ایشونم آیسل خانم رو به من معرفی کردن. دست لیلا خانم درد نکنه، چه کار خوبی کرده. یعنی برای همین اینجایی؟ خب آره دیگه، به غیر از اون چرا بیام اینجا؟ راستی این که آیسل خانم مادرتونه چه تصادف بزرگیه واقعا، ولی یه جورایی خیلی شبیه هم نیستین، حتما شبیه باباتونین دیگه. نه معمولا میگن شبیه مامانم. آره بله ببخشید، اشتباه کردم. بله خب آیسل خانم جون، من دیگه باید با اجازتون برم، ولی تون باهاتون تماس میگیرم چون خیلی چیز هست که باید ازتون یاد بگیرم. این چه حرفیه، شما خودتون خیلی عاقلین، فکر نکنم چیزی باشه که از من یاد بگیری. آره خب، ولی من حتی اگه شما زنگ نزنین بهتون یه زنگی میزنم. کارتم هم اینجا بود، بفرمایین کارتم هم میذارم اینجا، شاید یه فکری چیزی به ذهنتون رسید از اینجا باز به من یه تماسی بگیرین دیگه. حتما. به نظرم بهتر زودتر برین، چون اصلا نمیخوام تو ترافیک گیر کنی. آره بله راست میگین، واقعا راست میگین. خب دنیز خانم، آیسل خانم، من با اجازتون میرم دیگه، نیازی نیست که بدرقم کنین. واقعا مرسی، دستتون درد نکنه، خداحافظ. آی این چه آدم عجیبیه. آی من اصلا ازش خوشم نیومد. بگذاریم، نذاش دو کلمه باهات صحبت کنم، بیا بغلت کنم. چه کار خوبی کردی که اومدی؟ والا نگرانتون میشم مامان جون، خوبه که اینطور گاهی سر بزنم، انگار فراموش کردی من دخترتم. واقعا که دنیز، مگه میشه من تو رو فراموش کنم؟ والا چه بدونم، مشغول عروسی اویکوی دنیز، کلن یادت رفته مامان جون. این چه حرفیه، خود اویکو عروسی نمیخواد، من خیلی بهش گفتم اما قبول نکرد. یعنی چی؟ من اومدم کمکت کنم. نه عزیزم، کاری نمونده دیگه، هرچی بود تمومش کردیم، منم میخواستم استراحت کنم. باشه پس منم مزاحم نمیشم. آی دخترم، تو تازه اومدی، میشستی یکم با هم حرف میزدیم، چایی میخوردیم. اشکالی نداره مامان جون، خیلی خسته به نظر میای. هرچند نمیدونم اویکو خستت کرده یا مهمونه ناخوندت، نمیدونم. آی دیگه حرفشو نزن، حالم به هم میخوره. خیلی خوب باشه، هر جور که تو میخوای مامان جون، ولی من باید برم، تو استراحت کن. آی اما اینطوری ناراحت میشم. مامان جون مهم نیست، من بازم میام. پس برو به سلامت دخترم. میبینمت مامان جون. وای کم مونده بود گیر بیفتم، وسط این همه درد سر محمود از کجا بود که پیدا شد؟ بابا جون شما خوبین؟ سر پایین؟ این یه معجزه است. این معجزه نیست، خود آبرو ریزیه. نفهمیدم بابا جون. خیلی هم خوب فهمیدی آهو، کسی که نفهمیده اون منم، اونی که گول خورده منم، این همه سال هممونو گول زدی. بابا جون شما دارین چی میگین؟
آهو، دنیز دختر تنی توه. با دنیز توی خونه زندگی کردی و مخفی کردی که دختر واقعی توه. بابا جون، شما اشتباه برداشت کردین. انکار نکن، مریضم، ولی گوشام خوب کار میکنن. با شوکت جلو من صحبت کردی. شما فکر کردی من چیزی نمیفهمم؟ آره، گفتی هرچی نباشه این مرد پاش لب گوره. آره، گفتی چی میشه اگه صورت واقعی منو ببینه. ولی اشتباه کردی آهو، من هنوزم زندم. میبینی پشت سر من بازی در آوردن و دروغ گفتن یعنی چی؟ میبینی؟ باشه بابا جون، حالا که اینطوره منم میرم و این خبر خوب رو به همه میگم. خدا رو شکر بابا جون که فهمیدی. چی شد بابا جون؟ نکنه میخواین وضعیت سلامتیتون رو مخفی نگه دارین بابا جون؟ حتی یک کلم هم از دهنت بیرون نیاد. ها بابا، من کی با خواسته های شما مخالفت کردم؟ ها البته که به حرف شما گوش میدم. منم عین شما سکوت میکنم. برای همه اینطوری بهتره. ولی نمیشه کنجکاو نشد. چرا ادای مریضا رو در میارین؟ واهو، تو سطل آشغال خودتو تمیز کن، منم بذار به کارم برسم. باشه بابا، حالا که ما همراز هم دیگه شدیم منم اصلا ازتون سوالی نمیپرسم بابا جون. امیدوارم شما هم همین کارو بکنید. فعلا اینطوری بهتره. آهو خانم، میتونم بیام تو؟ زود باش، گیر میفتیم. میتونی بیای تو سوزان؟ آهو خانم، اگه میشه میخوام اتاق آقا فهمی رو تمیز کنم. آره البته که میشه سوزان، هرچی باشه دیگه بابا متوجه نمیشه که تو اینجا هستی یا نه. آه آهو خانم، ایشالا روزایی برسه که آقا فهمی حالش خوب باشه. من به معجزه ایمان دارم سوزان، به معجزه ایمان دارم. نمیشه، نمیشه. اوف، چند متر پارچه رو زدم خراب کردم. این شوکت که واسم حواس نذاشته، از کجا اومدن دم خونمون؟ بعد این همه سال از کجا ما رو پیدا کرد؟ ببینم آهو خانم از موضوع خبر داره یا نه. این چرا به هم زنگ زدی؟ بله آیسل خانم، چیه؟ خواستم بگم شوهر سابقتون از زندان فرار کرده یا اینکه واقعا آزاد شده؟ تو داری چی میگی؟ آقا محمودو میگم، این آدم خونه من از کجا پیدا کرده؟ یه دقیقه، محمود اومده اونجا؟ میخوای به یه زبون دیگه با حرف بزنم؟ اومده بود دم در خونم، گفت دنبال دخترمم. یه عالمه سوال راجع به دینز ازم پرسید. خب تو چی گفتی؟ گفت آهو دخترتو داده به منو فرار کرده امارت، منم عین دختر خودم نگهش داشتم. تو داری چی میگی آیسل؟ من چه میدونم، ترسیدی آهو؟ وقتی شوهرت اومده بود دم در خونم و ازم بازجویی میکرد، منم بیشتر از تو ترسیده بودم آهو. گوش کن ببین چی میگم. مطمئنی چیزی بهش نگفتی؟ آه آهو،
آخه تو کی میخوای بیای سر عقل؟ من بهت نگفتم؟ نگفتم اون بی خیال گذشته نمیشه؟ بادی که تو گذشته ولش کردی الان مثل طوفان اومده. کمتر حرف بزن آیسل. این راز فقط راز من نیست. اگه حرف زدن تو ادامه بدی، اگه بخوای درد سر درست کنی، تو هم توی مخمصه گیر میفتی. دنیز میفهمه زنی رو که سالها مادر خودش میدونسته چقدر دروغگو بوده. تازه اینم میفهمه که مادر واقعیش چه زن آشغالیه، مگه نه؟ آیسل، از حدت نگذر. به من گفته بودی قلاده شوهرتو محکم نگه دار. الان تو هم همین کارو کن آهو جون. شوهر سابقه تو از ما دور نگه دار. نگران نباش، من این تو کارا رو نصف کاره ول نمی کنم. محمود دیگه مزاحمت نمیشه. اگه شد و اومد دهنتو قرص نگه دار. خوب شد اومدیم اینجا سلما، حالمو واقعا خوب کرد. تو خونه اصلا حالم خوب نبود سلما. به خاطر همین کارات رو سریع تموم کردی؟ یعنی چی؟ خب حوصلت سر رفته بود. نه سلما، ولی میدونی چی اذیتم میکنه؟ اینکه هر ثانیه راجع به ازدواج صحبت کنی. که اینطور، اگه از صحبتش اذیت میشی پس چرا ازدواج میکنی؟ سلما این چه سوالیه دیگه؟ اوی که من همش یه سوال میپرسم ولی ازت یه جواب واضح نمیگیرم. یه آدم وقتی عاشق یکیه چطور میتونه بره با یکی دیگه عقد فوری کنه؟ واقعا نمیفهمم. باشه باشه، پس درست بهت جواب میدم. آدمی که عاشقش هم منو فراموش کرد، دنبال عشق جدیدش رفته. اویکو، تو مطمئنی از مرد صحبت میکنی؟ اون پسره بیچاره که بهت پیشنهاد ازدواج داد، خانوادش رو به خاطر تو ترک کرد و یه راست اومد پیش تو. نه سلما، از اونی که از من جدا شد و به یکی دیگه اعلام عشق کرد و بعدش هم همدیگر رو بوسیدن، از اون حرف میزنم. چی؟ چطور ممکنه؟ با چشمای خودم دیدم. مرس دیگه با سنم سلما. نه عمرن باور کنم اویکو. منم باور نکردم، ولی جایی که همو ملاقات میکردن به هم گفت، رفتم و دیدم، جوابمم گرفتم. یه لحظه از اولش بگو اویکو. چرا از اولش بگم؟ سنم تو رو عمدن صدا زد، مگه نه؟ یعنی خواست نشونت بده که با هم دوست شدن. ای کاش نمی رفتم. به نظر منم عزیزم قاطی بازی این دختر شدی. چه بازی سلما؟ این دختر از اولش داره واسه تو چاه میکنه، همش هم دنبال مرد میگرده. چون میدونست که تو نگاش میکنی رفته سمت مرد. نه سلما بگو، با زور اسلحه مرتو بوسی داره؟ ببین خودت داری میگی اون مرتو بوسیده. چه فرقی داره که کی کیو بوسیده سلما؟ مرد به دختر عشقشو اعتراف کرد. اگه حرفای اونو میشنیدی اینطور جلوم از اون دفاع نمیکردی سلما. گیریم که گفته. خب که چی؟ یعنی چی که چی؟ تموم شد رفت دیگه، همه راه خودشونو برن. راه تو هم حتما باید به عز برسه. میخوای تو بنبست دنبال خوشبختی بگردی؟ سلما من تصمیممو گرفتم، با عز ازدواج میکنم، یه زندگی شاد میسازم. باشه؟ اویکو مرد خیلی ناراحتت کرده، معلومه که دیدی اون با یکی دیگه باعث شده درد بکشی، ولی کاش اینقدر با عجله تصمیم نگیری. کاش آروم بشی و دوباره به تصمیمت فکر کنی عزیزم. من هیچی ندارم که بهش دوباره فکر کنم. من یه چیزیو خوب میدونم، مرت دیگه تو زندگی من وجود نداره. سوزان خانم، بابا بزرگم چطوره؟ متاسفانه آستین خانم تغییری تو وضعیتش نیست. آه بابا بزرگ جونم، چرا اینطوری شدی؟ این آرومی به تو نمیاد. منم کارم تموم شد آستین خانم، شما رو با هم تنها میذارم. باشه میتونی بری، نگران نباش من مواظب بشم. بابا بزرگ، بابا بزرگ، بهت یه چیزی میگم ولی بین خودمون بمونه، به بابام نگو. باشه؟ تو
همیشه قهرمان من بودی. عصبانی می شدی، گاهی قهر می کردی، گاهی خیلی ناراحت می شدم که نکنه بابا بزرگ منو دوست نداره، ولی تو دلمو به دست می آوردی، موهامو ناز می کردی، منو می بوسیدی. دلم حتی واسه داد زدن ها تنگ شده. کاش که بازم خوب شی، کاش که بازم بالای سفره بشینی، عصبانی بشی که چرا واسه صبحونه دیر کردی. بابا بزرگ، من دلم واسه همه چیز تو تنگ شده. قول میدم تو خوب شو، من اصلا تو رو ناراحت نمی کنم. بابا بزرگ، بابا بزرگ، تو گریه کردی، من می دونستم. اینجایی حرفامو می شنوی نه؟ هنوزم بین مایی. من بهت ایمان دارم بابا بزرگ، تو خوب میشی، سر پا میشی، ولی تا اون موقع من رهبر تو میشم. نظرت چیه؟ با هم هواخوری بریم ها؟ ببین اعتراضم قبول نیست. زود باش بیا، با هم از این اتاق میریم. جی پی اس نصب شد، مغزت تراس. بفرمایین راهنماییتون میکنم. آهو خانم، آقا محمود اومدن. محمود، باز چرا اومد اینجا؟ آهو جون، از این جملات چندشاورت دست بکش. بگو خوش اومدی آقا محمود. خوب شد که شما رو دیدم آقا محمود. از این جملات استفاده کن. جواب سوالمو بده، چرا اینجایی؟ اینطور بگم که یه سری سوالاتی دارم، تا وقتی که جوابشم نگیرم تصمیم دارم مهمونت باشم. مگه بهت گفتم که بشین؟ خفه شو بابا، منم خیلی دوست ندارم بشینم با تو یه جا صحبت کنم. منو یاد روزای سیاه زندگی میندازی تو. بالاخره توی یه موضوع هم نظر شدیم آقا محمود، حالا برو گم شو بیرون. تا جواب سوالمو نگیرم هیچ جای گم نمیشم و نمیرم آهو خانم. پس به نگهبانا خبر میدم. خیلی ترسیدم، این همون بچه هایی بودن که منو انداختن بیرون. نه تو رو خدا. چی میخوای محمود؟ چی میخوام؟ نه، کیو میخوام؟ من کنجکاو شدم بدونم دنیز کی هست و چی کار است. حتما پیری عقلت هم ازت گرفته، خودشو که بهت معرفی کرد. البته البته، به عنوان زن چنار خودشو معرفی کرد. خوبه حداقل اینو که فهمیدی. آره، ولی یه چیزی هست که نفهمیدم، تو چرا اونو به عنوان خواهرزادت معرفی نکردی؟ تو داری چی میگی؟ اینو میگم که الان دنیز دختر آیسله، آیسلم خواهر توه، تو این موقعیت تو خاله دنیزم میشی. حالا ببینم کی فهمش پایینه آهو خانم. محمود، اینا چیزایی نیست که وسط خونه در مورد شرف بزنی. آها، معلومه دیگه، تو شوهر قبلی تو مخفی کردی و خواهر واقعی تو هم از کجا بیا مخفی کردی؟ دیگه چه رازایی داری که مخفی کردی آهو؟ محمود، کشش نده. آره والا تو حقم داری، واقعا الان دنیز وسط همه بی خودیا به تو بگه که خاله جون همه دیگه قاسی میکنن. محمود، بهت میگم کافیه. آره والا حق داریم، به نظرم دنیز باید به جای خاله جون بهت بگه مامان جون، مگه نه؟ ببین چی میگم محمود، از اولش برای اینکه دوانش ساکت شدم، ولی دیگه به اینجام رسیده. چیه؟ حقایق دیگه به کار نمیاد نه؟
تو دیوونه شدی؟ اول به آسین گفتی دخترمه، الانم دنیز، فردا پس فردا هم به یکی از خدمتکارا میگی دختر منه. ببین منو، همش داری به من دروغ میگی. توی زندانم اون دختر رو به اسم دخترم فرستادی، ولی من گول نخوردم آهو. میگم دخترمون مرد. منو ببین، هنوز توی دروغت لج داری. دنیز ممکن نیست که دختر آیسل باشه، چون وقتی که من رفتم زندان آیسل هنوز ازدواج نکرده بود. تو اونو گولش زدی، دختر منم دادی به اون، مگه نه؟ این حرفات به جز مزخرفات هیچی نیست. ولی چشات اینطور نمیگن، حرفام داره تو رو میترسونه، مگه نه؟ وقتی همه رازاتو فهمیدم اعصابت خورد میشه. گفتم صدا تو ببر. تو واسه این که عروس کجا بیا بشی دخترتو گرفتی داده دست یک نفر دیگه. داری حرف مفت میزنی محمود، خودت هم میدونی که هیچ کدوم از حرفاتو نمیتونی ثابت کنی. نه بابا، تست دی ان ای انجام میدم. نمیتونی. خیلی هم میتونم، اگه میتونی جلومو بگیر، میرم به دنیز همه چیو میگم. محمود وایستا، التماست میکنم وایستا. واسه این که وایستم یه دلیل منطقی بهم بگو. اینطوری نمیشه. ببین اگه به فکر من نیستی، به فکر دنیز باش، به آیسل فکر کن. یعنی دنیز آیسل و مادر خودش میدونه، میدونی که آیسل براش مادری کرده. دنیز قلبش میشکنه، خیلی ناراحت میشه. نمیدونستم انقدر به فکر دخترتی آهو. البته که به فکرشم، من مادرشم. البته، مادری که دخترشو ول میکنه و دیگه بر نمیگرده. کافیه محمود. باشه، سالها پیش یه اشتباهی کردم، تاوانشم خیلی سنگین پرداخت کردم، هنوزم تاوانشو دارم میدم، ولی نمیخوام دنیز این قضیه رو بفهمه. میخوام خودم آروم آروم همه چیزو بهش بگم. محمود لطفاً یکم به هم وقت بده. میدونی که بابا فهمی مریضه، یکم اوضاع آروم بشه من به دنیز همه چی رو میگم، قول میدم. الان چرا باید حرفاتو باور کنم؟ یه زمانی به هم اعتماد داشتی، با هم یه زندگی تشکیل دادی، تو به هم باور داشتی محمود. حداقل به خاطر دردایی که کشیدم به هم یه مدت زمان بده. باش، وقتی که میخوای من بهت میدم. در زم دنیزو میگیری جلوت میذاری؟ اشک تمساح اگه میخوای بریزی یا میخوای بهش التماس کنی مربوط من نمیشه دیگه، ولی تمام حقیقتا رو دونه دونه واسهش تعریف میکنی، همه چیو از باباش میفهمه. باشه؟ خوبه. بعد از اینکه گفتی هم من و تو و دخترمون یه جلسه خانوادگی کوچیک تشکیل میدیم. تا اون موقع خدا حافظ. زود باش داداشم، یکم از این بخور. ازگور من که هیچ کاری نمی کنم، لااقل انقدر هوامو نداشته باش. خواهشن. اشکالی نداره، تو بخور، من برات یه صورت حساب سنگین میارم، اونجا جبران میکنم. ببینم تو نرفتی خونه؟ نمیتونم خونه بمونم، نمیتونم اینجا کاری کنم، کلن بلا تکلیفم. ببینم هر جایی که هستی باید از اونجا بیای بیرون، چون مامان خوشگلت اومد دنبالت. من گفتم نه بابا. پس من برم، اگه چیزی نیاز داشتی صدام بزن. پن ببیار داداشم، نمیخوام حرفاش راجع به اویکو بشنوم. باشه؟ لیلا خانم خوش اومدی. سلام. ممنون. سلام، بفرمایی. مرت، این چه سر و وضعیه؟ الان متوجه شدی مامان؟
روزاست که اینطوریم، حتی توی خونم اینطوریم. گرچه حق داری، به خاطر آقا محمود حتی نوبت به منم نمیرسه. درسته مرت؟ میدونم چرا عصبانی. بی خیال مامان، چه عصبانی؟ آخه چی داری میگی؟ منو اشتباه فهمیدی. من حالی دارم که عصبانی بشم مامان؟ اویکو داره ازدواج میکنه. آه، همینه دلیل اومدنت اینجا مشخص شد. درسته، ولی ما سرویس شامپاین نداریم مامان جون. برای اون مجبوریم تو رو بفرستیم یه جای دیگه. مسخره نکن. دروغ میگم؟ فکر میکنی دروغه؟ برای دور کردن من از اویکو هر کاری که میتونستی نکردی؟ کردی. اخراجش نکردی؟ کردی. سرزنشش نکردی؟ کردی مامان. الانو ببین، حال منو ببین مامان. دختره به حرفت گوش کرد و رفت یکی دیگر انتخاب کرد. حالا خوشحالی مامان؟ به چه قیمتی ها؟ به قیمت ناراحتی پسرت؟ مرد اینجوری نگو. الان میخوای چند تا جمله کلیشه‌ای بهم بگی که اینکه به فکرتم از این حرفا، ولی اصلا همچین چیزی بهم نگو مامان. به هم نگاه کن مامان. کاری که با من کردی رو دوست داری یکی هم با خودت بکنه؟ تو رو از اون آدمی که باهاش خوشی جدات کنه خوبه؟ تو داری چی میگی مرد؟ مثل اینکه نمیتونم منظورمو بفهمونم. من واسه کسی که از عشق هیچی حالیش نمیشه چرا بی خودی خودم خسته کنم؟ مامان جون، من به اندازه کافی الان ناراحتم. باشه، رو زخمم نمک نپاش و منو راحت بذار. الو سنم، هر چه زودتر بیا کافه، باید به مرد کمک کنی. خوش اومدین دنیز خانم. خیلی ممنون آبجی سوزان، اینا رو بدم. چنار خونه است؟ آره، تو حیات زمستونی. باشه، خیلی ممنون. قبل از رفتن یه بار دخترم رو ببینم. باشه خوبه، شما ایمیلای لازم رو بفرستین، من خودم رسیدگی میکنم. ممنونم، به امید دیدار. خیلی خسته به نظر میای. خیلی خسته شدم دنیز، دیگه نمیتونم اینا رو تحمل کنم، داره از پدرم میاره. رفتم بیمارستان و با رئیسش صحبت کردم. خب تونستی چیزی پیدا کنی؟ نه، حرفاش درست بود، پرونده‌ای در کار نیست. چی کار کنی؟ خب باید یه راه دیگه پیدا کنی. تو بازم پرونده یه کلانتری رو بررسی کن. منم همین نظر رو دارنده نیست. اسم دکتر شبی که خانوادم مرد و پیدا میکنم. باشه، ولی 25 سال میگذره، اون آدم هنوز توی بیمارستان کار میکنه. یعنی کار نمیکنه؟ حق داری، ولی فکر میکنم اگه یه جوری دکتر رو پیدا کنم بقیه مسائل حل میشه. هرچند کافیه حتی شماره تلفنش رو پیدا کنی، شاید چیزی یادش باشه. آره همینطوره، امیدوارم همینطور باشه عزیزم. دنیز، من هر طوری شده پیدا میکنم که قاتل خانوادم کی بوده. من کنارت هستم، با هم از پس این مشکلات برمیاییم. نگاش کن، دخترم کاراگاه از آب در اومد، با شوهرش کارهای بزرگ انجام میده، حالا واسه خودش مشخصه که هوشش به باباش رفته. هم میرم قهوه بگیرم. باش، منم میرم اتاق این پرونده ها رو بررسی کنم. آقا محمود، شما اینجا چی کار میکنی؟ دنیز خانم، راستش داشتم شما رو تعقیب میکردم. چی؟ شوخی کردم، اومدم دیدن لیلا خانم، ولی ایشون زودتر از من رفتن دیگه. حتما شما هم به جای رفتن گفتین بذار توی امارت یه دوری بزنم. معلومه که هوشتو از کی برس بردی. ببخشی؟ میگم که گیرم انداختی. من واسه این که لیلا خانم رو پیدا کنم رفتم حیات زمستونی. اونجا شما که داشتین صحبت میکردین، منم اتفاقی حرفاتون رو شنیدم. اتفاقی؟
ببینین آقا محمود، این یه موضوع شخصی. خب من قصد ندارم وارد مسائل شخصی شما بشم دیگه. چیزی که شنیدم منو به فکر فرو برد. یعنی شما ببینین، آشناهای قوی دارم واسه خودم. اگه در مورد دکتر نیازی به کمک داشتی. نه اصلا لازم نیست آقا محمود، چنارم آشنا داره. همونطور که گفتم موضوع خانوادگیه. باشه باشه فهمیدم، ولی بازم برای هر چیزی من آماده کمک هستم. خیلی ممنون، من دیگه برم، قهوه همون سرد میشه. باشه. معلومه که لجشم از باباش برس برده. نگران نباش دخترم، چه بخوای چه نخوای بابات بهت کمک میکنه. الو لیلا خانم، روز بخیر. من اومدم امارت ولی شما رو پیدا نکردم. خب نگرانتون شدم، خوب هستین؟ من بیرون یکم کار داشتم. آه واقعا؟ خب باشه، من نمیخواستم مزاحمتون بشم. نه در اصل، در اصل یکم ناراحتم. میشه همو ببینیم؟ بله چرا که نه، توی کافه همیشگی همدیگر رو ببینیم، نیم ساعت دیگه خوبه. باشه باش، میبینمت. میبینمتون. ممنونم عشقم. به آقا مراد زنگ زدم، سعی میکنه دکتری که اسمش اومده رو پیدا کنه. فکر کنم کار درست همینه، حتما یه چیزی دستگیرمون میشه. امیدوارم. ببخشید. نه جواب بده. سلما. سلام برسون. الو سلما. دنیز عزیزم، نمیخواستم مزاحمتم عزیزم، ولی میدونی یه مشکلی هست. چی شده سلما؟ تو محله در مورد عمو شوکت غیبت میکنن، یه چیزایی میگن. چه غیبتی ها؟ از خونه زده بیرون، توی قهوه خونه میخوابه. میخواستم دهن مردم محله رو ببندم، ولی میدونی که این اتفاق نمیافته. حتی روم نشد از خاله آیسل بپرسم چه اتفاقی افتاده. ببینم تو چیزی در این مورد میدونی؟ نه منم تازه دارم از تو میشنفم. اگه میخوای با خاله آیسل یه صحبتی بکن دنیز، اگه موضوعم باشه تو میتونی حلش کنی. باشه، ممنون که خبرم کردی. ببخشید اگه ناراحتت کردم عزیزم. نه مهم نیست، من الان میرم محله، بعدن با هم حرف میزنیم. باشه. دنیز چی شده؟ راجب خانواده‌ت؟ آره تو محله دارن غیبت میکنن که مامان و بابام از هم جدا شدن. ببینم جدی میگی؟ راست که نمیگن، خبری ازشون داری؟ نمیدونم، میرم بفهمم دیگه. باشه منم با تو میام. نه چنار، اگه تو بیای مامانم راحت حرفشو نمیگه. باشه درسته، هر طوری که تو بخوای، اما حتما به هم خبر بده، نگران میشه. باشه خداحافظ. مواظب خودت باش. سلام علیکم مابجی. بازم شما؟ چی میخواین ها؟ اومدیم بدهی باباتو بگیریم. با وجود اینکه تو از خانواده پولداری هستی، گفتیم بدهی باباتو شاید تو پرداخت کنی. آخه چه بدهی؟ بدهی پولایی که تو قمار باخته، اومدیم با سودش هم بگیریم. من الان به پلیس زنگ میزنم، بهتون نشون میدم که این کارتون یعنی چی. تو داری چی میگی ها؟ دستتو بکش، تا جایی که میتونم داد میزنم و همه رو اینجا جمع میکنم، فهمیدی؟ این چیخ چیخو از آب در اومده داداش، ارزشش رو نداره، بیا بریم. به اون شوکت آشغال بگو که جایی واسه فرار کردن نداره، هر جایی بره پیداش میکنم، فهمیدی؟ اوف چه کاریه بابا. الو بابا تو کجایی؟ باشه منم نزدیکم، میرم کافه یه نزدیک ایستگاه اتوبوس، بیا اونجا. 5 دقیقه دیگه اونجا.
بابا فهمی. چه عجیبه نه؟ فکر نمی کردم وقتی کلمه ای بابا رو بگم اینقدر اذیت شم. لازم نیست تو حقیقت رو به هم بگی بابا، چون خودم پیداش میکنم. دارم سعی میکنم دکتر بیمارستانی که خانوادم توش مرد رو پیدا کنم و یه طوری پیداش میکنم. مطمئنم به درد میخوره. دیر یا زود میفهمم خانوادم رو کی کشته. نمیخوای چیزی بگی؟ البته که نمیتونی بگی. یعنی اگه میتونستی چی حرف میزدی بابا؟ یا اون موقع واسه کتمان حقیقت ساکت میموندی؟ چی شد بابا؟ چنار اینجا چه خبره؟ هیچ. درد و دلای پدر پسرونه بود. این چه صحبتیه؟ بابامو ببین، خیلی خسته به نظر میاد. اتفاقا خوب به نظر میرسه. مشخصه که تو نمیذاری بابام راحت باشه. بهتره ببرمش تو اتاقش. ببین بابا، این چندمین باره؟ تو مگه قسم نخوردی؟ تو به ما نگفتی دیگه نمیشینم سر میز قمار؟ باشه دخترم، هرچی بگی حق داری، ولی اون موقع کارمو از دست داده بودم. نمیدونستم چی کار کنم، افسردگی گرفته بودم. گفتم اگه قمار کنم شاید بتونم بدهیامو بدم، ولی اشتباه بزرگی کردم. بابا جون، میگم که اومدن تو روز روشن منو تهدید کردن، همه جا دنبال تو میگردن. دنیز دخترم، حق داری، نمیتونم تو چشمات نگاه کنم، ولی به خدا پشیمونم. ببین، قسم میخورم بدهیمو میدم، من این کارو میکنم، ولی با مامان طرف بزن که برم خونه. میدونی که فقط حرف تو رو گوش میده. من با مامانم صحبت میکنم، ولی به نظرت مامان حرف تو رو باور میکنه بابا؟ این بار اول یا بار دومت نیست، چندمین باره؟ دنیز دخترم، ببین، تو خیابون موندم، افتادم تو دهن اهالی محل. من هرچی که بکشم حقمه، ولی خونوادم نه. نمیخوام راجع به شما بد فکر کنن دنیز. به خاطر همین دنیز، با مامان طرف بزن، بگو این مسئله رو بذار تو خونه بین خودمون حل کنیم. برو خونه با مامان طرف بزن دخترم. باشه باشه بابا جون، من با مامان حرف میزنم، ولی قسم بخور، قسم بخور دیگه نمیری قمار بزنی. دخترم به خدا قسم میخورم، سر همه چی قسم میخورم، دیگه همچین کاری نمیکنم. کافیه که مامانت قبول کنه، هر کاری بگه انجام میدم. به خدا خیلی پشیمونم دنیز. باشه بابا جون، حالا بیا بریم با مامان حرف بزنیم، پاشو. باشه دخترم، هر چی تو بگی. لیلا خانم، بله من شما رو نمیدونم، ولی به نظر من نمیشه که به مرد حق نداد. خب شما فکر کنین اگه منم یکی رو دوست داشته باشم با یکی دیگه ازدواج کنه نابود میشم. اون دختر مناسب مرد نیست. ولی لیلا خانم، مرد عاشق اون شده دیگه. اگه با این همه لج از عشقش دست بکشه، باور کنین احساساتش حتما عمیقه. واسه همین انقدر درد میکشه، برای همین انقدر ناراحته. خب میگید من چیکار کنم؟ وقتی مرت اینقدر ناراحته باید حمایتش کنین. بذارین ناراحتیشو بهتون بگه، واسه انتخابش قضاوتش نکنین. اگه به لج ادامه بدین اونم از دست میدین، حتما از دستش میدین. من نمیتونم اینو تحمل کنم لیلا خانم.
شما خانم خوبی هستین ماشاءالله. قطعا یه راه گذر واسه پسرتون پیدا میکنین دیگه، من مطمئنم. ای کاش منم اندازه شما میتونستم خوش شانس باشم. ای کاش با دخترم که از دست شدم میشد حرف بزنم. خب اون وقت بهش چی میگفتین؟ لیلا خانم، من تو گذشته اشتباهات بزرگی انجام دادم، خیلی درد کشیدم، ولی تاوان همش رو یه جوری پس دادم. میتونستم دخترم رو بگیرم، جلوم بذارمش، بهش بگم میتونستم بابای خوبی باشم. از اون معذرت میخواستم. بچه ها خیلی با ارزشن لیلا خانم، باید تسلیمشون بشیم، باید یه جوری کنار بیایم باهاشون. اویکو، دخترم تویی؟ منم مامان جون. مگه تو کلید داشتی عزیزم؟ سلام. تو اینجا چی کار میکنی؟ نکن آیسل، قربونت برم، اینجا خونه منم هست. واقعا واسه تعریف کرد، از کارهایی که کرده خبر داری؟ متاسفانه خبر دارم، ولی خب بابام از کارش خیلی پشیمونه، خیلی تنها شده. باید قبلا به این چیزا فکر میکرد. آیسل به خدا قسم میخورم دیگه سر اون میز کوفتی نمیشینم. حرف بی خود نزن شوکت، من اصلا به حرفای تو اعتماد ندارم. مامان جون، بابا جون، خواهش میکنم آروم باشین، با اینطور دعوا کردن و متهم کردن هم دیگه به جایی نمیرسیم. باشه مامان جون، قبول دارم، میدونم تو خیلی بیشتر از این چیزا حق داری. همه این چیزا رو سلما به هم گفت، مردم محل غیبت شما رو میکنن. آفرین شوکت، نشستی واسه همه محل تعریف کردی. آره نه نکردم، از اینجا رفتم قهوه خونه، شاید اوز به همه گفته. یعنی اوزم خبر داره؟ پس پدر و مادرش هم شنیدن؟ خدایا آبرومون جلو همه رفته. مامان باشه، بی خیال حرف مردم، بس کن دیگه. بابا بیاد خونه بعدش، میگیم شما حرفای علکی میزنین، هیچ چیزی نیست. من دیگه تحمل ندارم، چون همه این محله از گندکاریش خبر شده. آیسل اگه به فکر من نیستی یکم به فکر اویکو باش. آره مامان، بابا هم حق داره، این روی اویکو هم خیلی تأثیر گذاره. مامان به فهم مردم اینجور حرفا میزنن خیلی ناراحت میشه. منم نمیخوام اینطوری بشه دخترم. آیسل ازت خواهش میکنم، تو رو خدا منو ببخش. باشه، پس میتونی تو خونه بمونی. ممنون مامان جون. خوشحال نشو آقا شوکت، همین که اویکو عقد کرد واسه خودت یه جا درست میکنی و میری. نکن آیسل، ببین بذار اشتباهامو جبران کنم، یه شانس آخرم بهم بده. تو از همه شانسات استفاده کردی، به خاطر دخترام نبود یه دقیقه هم اینجا نمیموندی. همین که اویکو سر و سامون گرفت، من از تو طلاق میگیرم شوکت. مامان جون یکم دیگم فکر کن. نمیخواد تو دخالت کنی، بابات الکی رفته تو رو وارد این ماجرا کرده. بی خودی تو هم ناراحت میشی دخترم. تصمیم من قطعیه، من دیگه واقعا ازت خسته شدم. بابا تو خودتو ناراحت نکن، همین که عروسی تموم بشه من با مامان صحبت میکنم، مطمئنم که قبول میکنه، همه چیز حل میشه. صحبت کن دخترم، ولی میدونی که مامانت وقتی یه تصمیم بگیره قانع کردنش خیلی سخته. باشه باشه، هر اتفاقی افتاد فوراً به هم خبر بدین. خیلی ممنون. چی شد؟ سردار آزاد میشه یا نه؟ نه خیر، فرستادنش زندان، قرار شده تا دادگاه زندانی باشه. این غیر ممکنه، من باید پسرمو ببینم. تکین آخه نوران، دیدن پسرت چی رو عوض میکنه؟ میخوام با پسرم ملاقات کنم، هیچ کسی هم نمیتونه مانع بشه تکین. خب یه وکیل جدید میگیرم، پسر من بیگناهه تکین. هیچی عوض نمیشه نوران، پسر تو رفت، رفت. الو میشنوم. سلام آقا لبند، من چنار کجابی هستم.
بله درسته، شمارتون رو از مراد توران گرفتم. آها آره، مراد پیام داده بود که زنگ میزنین. موضوع چیه؟ چی شده؟ راستشو بخواین ترجیح میدم رو در رو صحبت کنیم. اگه وقت دارین میشه که همدیگر رو ببینیم. آره وقت دارم. باشه پس من منتظر خبرتونم. باشه. حسین هم خیلی لجبازه به خدا، دقیقا این مادرش، با من حرف نمیزنه ولی من اصلا تسلیم نمیشم. جواب بده دیگه. اوف، آخه این چه وضعشه؟ چرا اینقدر پیگیر این؟ نمیخوام باهات صحبت کنم الا، نمیخوام. ای بابا قد کرد دیوونه، چطور جرأت میکنه با من این کارو بکنه؟ اوف چی کار کنم حالا؟ بگین لعنت به روزی که با تو ازدواج کردم. یعنی چی میگی نوران؟ با من درست صحبت کن. هر جور بخوام صحبت میکنم. نقاب تو افتاده تکین، همه چی رو میدونم. یعنی چی؟ چی رو میدونی ها؟ وقتی داد میزدی با ناموسم پول در میارم، اونی که با کامیون آقا چاق میکرد تو بودی. همه چی رو تو برنامه ریزی کردی. سردارم اینه یه ابزار ازش استفاده کردی، با اون ابزار کارای کثیف کردی. نوران، سردار کسیه که عقلش واقعا سر جاش نیست. الان رفتی حرفای اونو باور میکنی؟ بی خودی نمیخواد انکار کنی تکین. پسرم همه چی رو برام گفت، من حرف اونو باور دارم. پسر تو کاملاًم بیگناه نیست نوران. حالا که اینقدر بیگناهه، چرا واسه کار کردن با من اینقدر اصرار کرده ها؟ سوال خوبیه. جوابی داره؟ البته که داره. برای این که بتونه اعتماد تو رو جلب کنه این کارو کرده. ولی تو چی کار کردی؟ عشق و محبت و واسه پسرت زیادی دیدی. میدونی بدترینش چیه تکین؟ خیلی بیرحمانه. میدونی تو پسر واقعی تو انداختی تو آتیش. اصلا عذاب وجدان نگرفتی؟ نه نگرفتم. اون پسره اصلا آدم نمیشد. چه خوب که این کارو کردم. بازم باشه بازم این کارو میکنم. نوران از مامانم دور بمون. چی شد؟ تو هم مقابل بابا جبهه گرفتی ازگار؟ تو هم؟ من نه، تو بابا. تو با فرستادن داداشم به زندان در مقابل همه خانواده جبهه گرفتی. دیگه چیزی به اسم ما وجود نداره. را بیاف مامان، از این خونه میریم. نوران، نوران تو از اینجا هیچ جایی نمیری، بمون تو خونه. مافیه دیگه. کسی که امروز داداشمو بفرست زندان، فردا پس فردا این بلا رو سر منم میاره. تاوان اشتباهات بابا رو نباید بچه‌ها بدن. اصلا تو کی هستی که در مقابل من وای میسی ها؟ کافیه دیگه. ما رو راحت بذار تکین. را بیفت پسرم بریم. نوران، اتفاقی که میگی این مال 25 سال پیشه. ببینین من رفتم بیمارستان ولی تمام گزارشا پاک شده. عجیبه، باید اطلاعات وارد سیستم کامپیوتر شده باشه. آقا چنار، آقای دکتر، کسایی که اسمشون توی اون پرونده است مامان و بابای منن. با اسلحه بهشون شلیک شده، بعد اووردنشون بیمارستان شما. همونطور که گفتم اتفاق مال خیلی وقت پیشه. خدا رو شکر جمع‌آوری گزارش مثل بیمارستان نیست. همه چی رو می‌نویسم و تو آرشیف نگه می‌دارم. اگه در مورد مرگ بیمارا چیز عجیبی باشه حتما اونجا نوشتم آقا چنار. خب اگه من ازتون خواهش کنم، میشه دوباره اون گزارش ها رو چک کنیم؟ گزارش بندیم خوبه ولی نظم نداره، چون قدیمیه یکم طول میکشه تا پیداش کنم. شما اسم و تاریخ ورودشون به بیمارستان واسه هم بنویسین. همین که برم خونه پرونده هامو نگاه میکنم. آقای دکتر، من اینجا همه چی رو آماده کردم، تمام جزئیات هست، هر چیزی که لازمه. باشه، من پرونده هامو نگاه میکنم، هر سرنخی پیدا کردم بهتون خبر میدم. خیلی ممنونم،
شما رو هم خسته کردم تا اینجا زحمت کشیدم. خواهش میکنم، چیزی پیدا کردم خبر میدم. به امید دیدار. میبینم اتو. چیزی نمونده. بالاخره به یه جایی میرسم. میگم موهاتا ببندم بالا، صورتت بیشتر مشخص شه. اویکو جون، برای آرایشتم یه تصمیمی گرفتم. میگم یه سایه نود با یه برق لب بزنیم. نظرت چیه اویکو جون؟ اینجوری خوبه؟ بهت میاد؟ میشه. فکر میکنم چند تا از بازیگرای هالیوودی واسه هنو بندون میان. دلشون شربت هنو بندون خواسته. خوبه اویکو جون؟ خوبه. خیلی غرقی اویکو. چرا به من گوش نمیدی؟ سلما حواسم پرت شده. اویکو جون، معلومه اصلا حال نداری. چیزی هست که بخوای به من بگی؟ انتظار داری چی بگم سلما؟ چه میدونم؟ مثلا این که بگو تا اتفاقی نیفتاده پشیمون شدم. مثلا تا که من مهمونا رو معطل میکنم تو از پنجره فرار میکنی. داری چی میگی؟ میگم هنوزم واسه این که نظرتو عوض کنی دیر نیست اویکو. اوف سلما. دخترم اینجا چه خبره؟ تو هنوز آماده نشدی؟ سلما منو به حرف گرفت، واسه همین دیر شد. سلما جون تو برو بیرون، من خودم میتونم حلش کنم. لباسامو میپوشم. زود باشین برین دیگه، خودم حلش میکنم. ببین 5 دقیقه بهت وقت میدم، فورا آماده میشی، مهمونو منتظرن. زود باش بریم دخترم. من چی کار کنم؟ اگه بزرگترین اشتباه زندگیم باشه چی؟ داداش، اویکو با ازدواج کردن با اون یارو بزرگترین اشتباه زندگیشو میکنه. باشه، من اشتباه کردم. به خاطر پیشنهاد ازدواجم و سورپرایزم دختره ازم ترسید قبول میکنم. من فکر نمیکنم تو اشتباه کردی مرد. تو به صدای قلبت گوش دادی و انجامش دادی، همین. ولی اون منو انتخاب نکرد. الان میره با یکی دیگه ازدواج میکنه. به نظرم اویکو یکم ذهنش به هم ریخته. فکر نکنم درست فکر کرده باشه. ولی به نظرم میتونی نظرشو عوض کنی. چطور عوض میشه؟ جمعه ازدواج میکنه. من چطوری عوض کنم؟ اوف. من باید چی کار کنم؟ نمیتونم بدون اون زندگی کنم داداش. چی کار کنم؟ نباید دست بکشی مرد. هرچی هم بشه نه از عشقت و نه از اویکو نباید دست بکشی. تو شاهد این بودی که من و دنیز چه اتفاقایی رو پشت سر گذاشتیم، ولی اصلا دست نکشیدی. تو هم به خاطر عشقت باید هر کاری که میتونی بکنی. ای کاش یه راه حلی بود. ای کاش یه معجزه بشه که اویکو با اون آدم ازدواج نکنه داداش چنار. بابا فهمی، یه موضوعی هست که باید فوراً راجبش حرف بزنیم. اون موضوع چی هست؟ شوهر سابقم، اون اومده تو امارت، تهدیدم میکنه که به خانواده‌ام آسیب میزنه. کیه؟ چرا تهدید میکنه؟ محمود. محمود شریک لیلا همون؟ خودشه بابا. منو پیدا کرده، نزدیک لیلا شده. اگه جلوشو نگیریم ممکنه به خانواده‌مون آسیب برسونه. این دیگه چه جور جسارتیه؟ چطور خانواده‌مون رو تهدید میکنه؟ بابا جون، خواهش میکنم کمکم کنی. برای امنیت این خانواده لازمه که از شر محمود راحت بشیم.